سلام. با شروع شدن دور جدید تظاهرات سراسری از 7 دی ماه، مسئله امنیت در فضای مجازی و اینترنت به شکل جدیتری برای همه مطرح شده. به کارگیری درست و گسترده تلفن‌های همراه برای ارتباطات و تصویربرداری از صحنه‌های تظاهرات هوشیاری بالایی را می‌طلبه تا بتونیم با امکانات تعقیب و مراقبت و حکومتی مقابله کنیم و همین ابزار به وسیله‌ای برای ضربه زدن به خودمون تبدیل نشه. توی برنامه ما قصد داریم که خیلی کوتاه و خلاصه آخرین رهنمودهای امنیتی رو که محصول جمع‌بندی تجربیات خود شماست رو همینجا خدمتتون خیلی کوتاه ارائه بدیم. تلفن‌های همراه یک وسیله ارتباطی بسیار مفید، اما در این حال میتونن اطلاعات شما رو به دشمن و یا کسانی که دنبالتون هستن بدن. چرا که هر برج ارتباطی تلفن همراه میتونه همواره تمام شماره‌هایی که در منطقه تحت پوششش وصل شدن رو ثبت کنه. برای مثال اگر تلفن ما همزمان به 3 برج ارتباطی وصل شده باشه، این امکان وجود داره که با کنار هم گذاشتن اطلاعات ثبت شده در هر 3 برج در یک زمان مشخص، مختصات حدودی شماره ما برای ارگان‌های امنیتی روشن بشه. در این صورت اگه به طور مثال در اون زمان اتفاق خاصی در اون منطقه رخ داده باشه، با جمع‌آوری این اطلاعات میشه دریافت که کدوم شماره تلفن‌ها در اون زمان توی اون محدوده بودن. حالا اگه اون منطقه خلوت یا خالی از سکنه باشه، احتمال پیدا کردن شماره تلفن ما خیلی بیشتر میشه. حالا اما راهکار مقابله چیه؟ اگر شما مثلا قصد دارید که در تاریکی شب در یک منطقه خلوت برای شماره‌نویسی اقدام کنید، باید به این نکته توجه داشته باشید که از طریق اون سیم کارتی که در تلفن همراهتون هست شما قابل ردیابی هستید. پس در این مواقع قبل از رفتن به محله مورد نظر، سیم کارت رو از تو گوشیتون در بیارید و در اون لحظه از گوشی فقط برای فیلمبرداری استفاده کنید. بعد از خروج از اون منطقه دوباره سیم کارت رو توی گوشی بذارید و فیلم ها رو ارسال کنید. اما خطر استفاده از نسخه های غیر رسمی تلگرام. اینکه نسخه های غیر رسمی تلگرام امن نیستن قبلا حتی توسط خود پاول دروف مؤسس تلگرام هم اعلام شده. بعد در موردش توییت کرد. اما در هفته‌های گذشته به طور خاص بعد از فیلتر شدن تلگرام، تعداد نسخه های غیر رسمی تلگرام به صورت نجومی زیاد شده. طوری که الان بیش از 100 نوع تلگرام غیر رسمی وجود داره. اغلب اونها هم خودشون رو با امکانات خاصی تبلیغ میکنن که در تلگرام اصلی وجود نداره. مثلا خیلی از اونها این ادعا رو داشتن که میتونن دسترسی شما رو به تلگرام بدون فیلتر شکن مهیا کنن. اما شما باید هوشیار باشید که تک تک اونها این ظرفیت رو دارن که یک ابزار جاسوسی باشن و اطلاعات شما رو به مراکز اطلاعاتی حکومتی بفرستن. به خاطر همین هم ما تأکید میکنیم که همه معترضین و مخالفین حکومت فقط از تلگرام رسمی استفاده کنند و برای دانلود هم تنها از منابع معتبر یا فروشگاه معتبر اپلیکیشن استفاده کنند و از هر فروشگاهی استفاده نکنند. به هیچ وجه از کافه بازار یا فروشگاه اینترنتی ایرانی برای تهیه تلگرام استفاده نکنید. در صورتی که شما از تلگرام اصلی استفاده کنید و امکانات امنیتی اون رو فعال کنید و ازش خوب استفاده کنید، میتونید خاطر جمع باشید که هیچ طرف سومی امکان شنود مکالمات شما رو نخواهد داشت. سه حفاظ امنیتی در تلگرام اصلی هستش برای تضمین امنیت 100% مکالمات. که در کار تلگرام اصلی شما باید به این 3 چیز توجه کنید. اول اینکه به هیچ وجه شماره تلفنتون رو به افراد غریبه یا ناشناس ندید. همواره به یاد داشته باشید که فقط کسایی که در لیست کنتاکت های شما هستن میتونن شماره تلفنتون رو در تلگرام ببینن. بنابراین در انتخاب اینکه با چه کسی کنتاکت میشید همیشه دوبار فکر کنید و خیالتون راحت باشه که هیچ کس به جز کنتاکت هاتون نمیتونه شماره تلفن شما رو ببینه. دوم اینکه کدتون رو، یعنی اون کد چند رقمی که تلگرام برای فعال کردن اکانتتون میفرسته رو به هیچ کس ندید. همیشه موقع راه اندازی یک اکانت جدید تلگرام به تلفن شما یک کد چند رقمی میفرسته که
به هیچ وجه نباید اون رو به کس دیگه‌ای بده. به طور مثال در همین ایام شاهد بودیم که ارگان‌های سایبری حکومت تلاش می‌کرد با ارسال گسترده یک پیام فیک این کد 5 رقمی رو از خیلی از کاربران به دست بیاره، که البته با افشا شدن سریع این ترفند این طرح خیلی زود شکست خورد. سوم، گذاشتن پاس دو مرحله‌ای برای اکانت تلگرام. حتما پاس دو مرحله‌ای اکانت تلگرامتون رو فعال کنید. با گذاشتن این پاس حتی اگر شماره تلفن شما دست کس دیگه‌ای بیفته، باز هم نمیتونه بدون داشتن این پاس وارد اکانتتون بشه. اگر هر وقت دچار تردید شدید که شاید کسی وارد اکانتتون شده یا نه، کافیه که در قسمت اکتیو سشن یا نشست‌های فعال چک کنید که آیا کسی به جز شما در این اکانت هست یا نه. اگر در این قسمت به جز سشن فعال شما سشن‌های دیگه‌ای هم هست که اونها رو نمی‌شناسید و متعلق به خودتون نیست، میتونید در همین جا همه رو قطع کنید. بعضی از دوستان این مشکل رو مطرح کرده بودن که چون تلگرام اصلی انگلیسیه و در کار با منوهای اون مشکل دارن، مجبورن از نسخه‌های غیر رسمی فارسی استفاده کنن. به این دوستان هم باید این مژده رو بدیم که تلگرام اصلی چندی پیش زبان فارسی رو به زبان‌های اصلیش اضافه کرد و الان از طریق منوی زبان میتونید تلگرام رو فارسی کنید. پاک کردن رد ارتباطات در مواقع حساس. ممکنه شما برای اطلاع رسانی و یا ارسال فیلم و تصویر و صوت با ادمین کانال‌های خاصی در ارتباط باشید، اما باید همواره هوشیار باشید که در مواقع حساس رد این نوع ارتباطات رو حتما پاک کنید. چون عضو بودن در کانال‌هایی که اخبار اعتراضات رو منعکس می‌کنن برای هیچ کس مشکلی ایجاد نمی‌کنه و کسی نمی‌تونه به شما گیر بده. اما شما باید همیشه هوشیار باشید که ارتباط داشتن با ادمین‌های این کانال‌ها رو همیشه پاک کنید یا مخفی نگه دارید. به همین دلیل همیشه قبل از بیرون رفتن از خونه یا زمانی که احتمال برخورد با ماموران حکومتی هست، بهتره که ادمین مربوطه رو ابتدا بلاک کرده و چت خودتون با اون رو دیلیت کانورسیشن کنید. اینطوری هم متن و اطلاعاتی که شما ارسال کردید در تلگرام ادمین مربوطه باقی میمونه و هم مانع ارسال هر پیامی از طرف اون میشید تا در شرایط نامناسب برای شما خطرساز نشه. البته یادتون نره که بعد که در شرایط مناسب قرار گرفتید و خطر رفع شد، دوباره اون ادمین رو آنبلاک کنید و خبرهای تکمیلی رو براش ارسال کنید. از اونجا که اکثر ایرانی ها روی شبکه تلگرام هستن، وقتی حکومت این شبکه اجتماعی رو فیلتر کرد، خیلی از شما روی تلفن ها و کامپیوترهای دسکتاپتون فیلتر شکرهایی رو نصب کرد و به وسیله اون به تلگرام وصل شد. اما الان که خب تلگرام رفع فیلتر شده، ممکنه بعضی ها دیگه به دنبال فیلتر شکن نباشن و حتی اپ اون رو هم پاک کرده باشن. اما اونجایی که یکی از حربه های حکومت فیلتر کردن راه های ارتباطی مردم در شرایط اضطراریه، باید همیشه آمادگی مقابله با هر نوع فیلترینگ جدید رو داشته باشه. از این رو داشتن یک یا چند VPN یا فیلتر شکن مناسب به طور خاص در این شرایط یک ضرورت محسوب میشه. علاوه بر این، از اونجا که حکومت برای کند کردن خط نت فقط میتونه سرورهای داخلی رو کند کنه، در صورتی که شما از VPN استفاده کنید، احتمال این که بتونید از سرعت بالاتری برخوردار باشید بیشتر میشه، چون با VPN شما از طریق سرورهایی که در خارج از ایران مستقر هستند به شبکه جهانی وصل میشید که قطعاً کندی شبکه داخلی روی اونها اعمال نمیشه. ما میدونیم که یکی از روش‌های شناسایی افراد در بازداشتگاه اسکن کردن چهره فرد دستگیر شده و جستجو کردنه چهره اون در بین تصاویر معترضین و تجمعات هستش. برای مقابله با این کار کافی که شما قبل از حضور در هر حرکت اعتراضی صورت و چهره خودتون رو با ماسک و یا با یه پارچه بپوشونید. در این صورت بسیاری از کامپیوترهای پیشرفته هم نمیتونن چهره شما رو در لابلای عکس‌ها تشخیص بدن و هویت شما رو شناسایی کنن.
امیدوارم که با بکارگیری این رهنمودها شما بتونید همیشه یک گام جلوتر از ترفندها و روش‌های حکومتی باشید. موفق باشید.